سلام علیکم آقا. سلام علیکم. حالتون چطوره خانم؟ جلال حالتون خوبه؟ نه. چرا؟ خدا نکنه. مریضم. باید بیاد بشین. سلام. چند سالش بود؟ 32 سال. کی شهید شد؟ سال 67. 62. بله. خدا انشالله که به خاطر این رنجی که کشیدید به شما اجر بده. خدا انشالله این جوان عزیز شما رو با حضرت مسیح محشور کنه. و اینم شما بدانید اگر امروز من شما دیگران توی محیط امنی داریم زندگی میکنیم، بله، به برکت کار ایناست. من داشتم میرفتم جبهه سال 59، میرفتم برای نماز جمعه، میامدم تهران نماز جمعه رو میخوندم و بعد را میبودم میرفتم پایگاه دوم تراغری. اونجا یه سالونی بود، اونجا منتظر میشدیم تا هواپیمای 330 میامد، سوار میشدیم و میرفتیم. وارد سالون شدم، دیدم ولوله جمعیت، همینطور نشستن رو زمین، صندلی هم خیلی نبود، رو زمین نشستن دو کنان اینا. بودم کیان اینا؟ خود اینا ارامنن آمدن بیان چبه برای کارهای پشتیبانی تعمیراتی، با ما آمدن جبه. بعد مرحوم چمران، من چون اهواز بودیم ما دیگه، مرحوم چمران اینا رو برداشت برد یه نقطه نزدیک اهواز که اسمش الان یادم نیست، اونجا یه کارگاه مفصل درست کردن. اینا کارشون تعمیرات ماشین های ترابری و جنگی و اینها، خیلی خدمت کردن. خیلی خیلی. من یه رفیق ارمنی هم داشتم سال 42 تو زندان، زندان قزلقلعه، من زندان بودم، اونم زندانی بود. بعد از چند وقتی که توی زندان موندیم و تو سلول نمیذاشتم بیایم بیرون از سلول، بعد که بازجویی مقداری پیش میرفت و اینا، اون وقت در سلول رو باز میکردن آدم میتونست بیاد بیرون. اونم مدتی بود که زندان بود، در سلولش باز بود. این از من خوشش آمده بود. ماه رمضان شد، شد شبهای احیا، که شب 19 و 23 ماه رمضان ما احیا داریم، درسته؟ بله. که به شهادت امیر محمد، این زندانی عرب آمدن پیش من، گفتم که آقا شما اینجا هستی، یه مجلسی را بندازیم تو زندان. حالا زندانم جایی نبود که آدم میشه مجلس را بندازیم. نه دیگه، موقع سخت میگیره. نه، حالا اجازه داده بودن، از سلولا بیرون میامدیم، با همدیگه تماس میگرفتیم، اشکال از این جهت نبود. اما فضای زندان فضای اینجوری نبود. سلولای 2 متر در 2 متر مثلا، و بینشون هم یه سالونی که 1 متر مثلا 10 سال 20 سال عرض این سالون بود. تو این سلولا که نمیشد جلسه تشکیل داد. توی این سالون هم که سالون باریکی بود، بالاخره چاره نبود. آمدن پتوها رو همین وسط سالون پهن کردن بین سلول من و سلول چند تا عرب دیگه، پتوها رو پهن کردن و به من گفتن که شما بیایید برامون صحبت. من رفتم، هر کدوم گفتن چند شب رو روزه میگیریم، هر شب هم یکیمون بانی میشیم، یک از همین زندانی هم. من براشون صحبت میکردم، راجب امیرالمومنین میگفتن، راجب فضایل امیرالمومنین. من نگاه کردم که این گاجیک میاد از سلولش بیرون، اون صندلیشو میذاره و گوش میکنه. به نظرم شب دوم سوم نزدیکترم آمد، یعنی صندلیشو آورد نزدیک. بعد روز چند دوم سوم بود، آمد پیش من گفت میشه یه شب من بانی بشم این جلسه شما رو؟ گفتم چرا نمیشه. بله. اون شب رو باز من صحبت کردم، اون شب که تموم شد آمد گفت یه شب دیگه من میخوام بانی بشم.
بعد من زودتر آزاد شدم. آزاد شدم و گفتم کاری چیزی بیرون نگذاری به من بگو. گفت نه، من خونم فلانجاست، خونش خیابان شریعتی. بعد من آمدم و رفتم و سراغ به سراغ با زحمت زیاد خونه رو پیدا کردم. رفتم بالا در زدم، خانم ارمنی آمد در رو با کرد، تا دید یه آخون دید یه همچین چیز شد، جا خود داره. آمدم بگم حالش خوبه فلانه و اگه شما کاری به من دارید من براتون انجام بدم. با اوقا تقلیم گفت نه نه کاری ندارم. آشان درست بگم ولی از ارمنی خیلی ما جوان بیارید. شما خانم دانشجویی؟ بله. چه رشته میخونی؟ پژوهشگری علوم اجتماعی. علوم اجتماعی؟ بله. کدوم دانشگاهی؟ علامه طباطبایی. دانشگاه علامه طباطبایی. خیلی خانم چی خانم؟ شغلی چیزی ندارن؟ نه ایشون خانه‌دار شهرداری میکنن. شهرداری هم کار آسونی نیست. بله بله. مردم به زن خانه‌دار تو چشم زن بیکار نگاه کنن، در حالی که کاری که زن خانه‌دار میکنه از کار بیشتر مردایی که بیرون کار میکنن سخت‌تره. مدیریت فقط پخت و پز نیست، پخت و پز یک کاریه کنار، این که بخواد خونه رو مدیریت کنه، چون رئیس داخل خونه رو خانه. کدبانو یعنی کسی که مدیریت خونه باونه. یه جا کثیف باشه، یه جا نامنظم باشه، یه جا نامنظم قضا دیر بشه. خوشحال شدیم از دیدن شما خانم. خوشحال شدیم. سلامت باشیم. از دیدن شما خیلی ممنون. شما هم بزرگ من. خدا انشالله حفظتون کنه. خدا هرچ خدا خواست. مرخص فرمودین؟ مرخص بیردوز؟ اجازه برزن. اجازه برزن کدا؟ جوزه مستقیرم. خیلی محبت کردیم. خیلی لطف کردیم. خدا حافظتون. خدا حافظتون. سلامت. خیلی خوشحال شدیم. خدا سلامت. به درمشون. سلامت.